سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس پارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. هفته گذشته بیژن فرهودی با صادق زیبا کلام گفتگوی داشت پیرامون مسائل سیاسی روز و خیلی از کاربران در پیوند با صحبت‌های صادق زیبا کلام نظرشون رو بیان کردن و در هر حال خیلی پرحاشیه بود این گفتگو. یکی از قسمت‌های پرحاشیه ی صحبت‌های صادق زیبا کلام مقایسه زندان‌های زمان شاه فقید ایران با زندان زمان جمهوری اسلامی بود. خب باید بدونید، یعنی اون دوستانی که دنبال می‌کنن مسائل سیاسی روز رو می‌دونن که صادق زیبا کلام چند ماه پیش، فکر میکنم یه دو سه هفته ای رفت، به اصطلاح ساک ساکی کرد در زندان اوین، دو سه هفته بازداشت بود، پس از اون قبل از سیرک انتخابات ریاست جمهوری خارج شد از زندان به بهانه، حالا اونطوری که میگه، برای مسائل درمانیش، چون ادعا میکنه که سرطان داره. و خب همتون دیدید که هم رفت رأی داد، هم مردم رو به رأی دادن تشویق کرد و در کنار حمید نوری هم ایستاد، عکس گرفت در روز برگزاری سیرک انتخابات. و از همون زمان به هر حال صادق زیبا کلام مجددا این تولید حاشیه را انجام داد تا به مصاحبه آقای فرهودی. این ورم داشته باشید، بجز صندوق رأی وزارت کشور هیچ گزینه‌ای دیگه برای پیشرفت و ترقی و آینده ایران نداریم. بجز صندوق رأی وزارت کشور هیچ گزینه دیگری برای پیشرفت و آینده ایران نداریم. اول از همه دوستان بریم با هم این قسمت از صحبت‌های صادق زیبا کلام رو گوش بکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. زندان اسم شوش زندان و حاضر نیستم یک ساعت به زندان اوین برگردم. علارم که خیلی با هم خوب رفتار می‌کردم. شما در دوران قبل از انقلاب هم مدتی در زندان اوین بودید، چه تفاوتایی؟ من دوران قبل از انقلابم در زندان بودم، حدود دو سال اندی من زندان بودم، زندانی سیاسی بودم و نزدیک 6 ماه خورده اوین بودم، یه مدتی هم انفرادی بودم اوین. چه تفاوتایی؟ حالا باید یه جمله رو بگم که باز شروع میکنن به من فحش دادن. بفرمایید. نخواه که اوین امروز رو با اوین شاهنشاهی مقایسه بکنی، برای اینکه اوین امروز مثل یه هتل، واقعا مثل یه هتل 5 ستاره میمونه در مقابل اوین محمد رضا شاه پهلوی که واقعا یه مسافرخونه بود، که یه مسافرخونه رو با یه هتل 5 ستاره چیز بکنی. منم البته با مسئولین اوین درست رفتار میکردم، طلبکار نبودم ازشون و بهشون احترام میذاشتم، اونا متقابلا به من احترام میذاشتن. ولی نه، یک روز یک ساعت هم دیگه نمیخوام تو زندان باشم. بله دوستان، پرت و پلاهای صادق زیبا کلام رو شنیدید. البته غیر از این مزخرفی که الان گفت، یه سری مزخرفات دیگر هم در گفتگو با آقای فرهودی سرهم کرد که حالا من به همه اونها در این محتوا کار ندارم. اگر خواستید میتونید به صفحه یوتیوب بیژن فرهودی مراجعه بکنید و کامل این گفتگو رو گوش بکنید. اما توی قسمت دیگری از این گفتگو صادق زیبا کلام صراحتاً به شاه فقید ایران توهین کرد. بریم این رو هم گوش بدیم تا برگردیم در مورد همین دوتا مطلبی که صادق زیبا کلام گفته میخوام با تو صحبت بکنم. ببینید، شما خیلی نیشو کنه به من زدین که چرا انقلاب کردین، ولی اگه اعلیحضرت مثل آدم حکومت کرده بود اون انقلاب اتفاق نمیافتاد. اگه اعلیحضرت مثل آدم حکومت کرده بود اون انقلاب اتفاق نمیافتاد. اون انقلاب معلول این بودش که جامعه ایران رو مثل قفس اعلیحضرت اداره میکرد.
بنابراین اینقدر که من صداقت دارم میگم از خیلی جهات پیشرفت کردیم، شما یه ذره صداقت داشته باشین، برگردید ببینین اعلی حضرت اون جامعتون چجوری اداره میکرد، چقدر مطبوعات آزاد وجود داشت، چقدر زندانی سیاسی وجود داشت، چقدر انتخابات آزاد وجود داشت، مگر چقدر الان احزاب و آقای تشکل. زیبا کلام، هیچ کدوم از اینا، منم یه نگاهی بکنین و بعد هیچ بحبه کدوم و از اینا چهچه کلام بزنید. میفرمایید وجود داره؟ یعنی مثلا زندانی سیاسی ما نداریم، یا مثلا مطبوعات آزادن، یا اینکه شما شب تو خونه با خیال آسوده میخوابید، نگران نیستید که نیروهای امنیتی یهو بیان تو در بزنن بپرن تو؟ ببینید بیژن جان، شما از من دارید میپرسید چرا انقلاب کردی؟ میگم برای اینکه انتخابات آزاد نداشتیم، برای اینکه خب مطبوعات آزاد نداشتیم، الان برای اینکه داریم اعلی حضرت مملکت مثل قفس. بعد شما میگین که خب الان شما دارین، مگه ما راجع به الان داریم صحبت میکنیم؟ شما بیا به من جواب بده، بگو نه آقای زیبا کلام، ما اینا رو داشتیم، شما کور بودی نمیدیدی. ما در زمان محمد رضا شاه پهلوی چقدر مطبوعات آزاد داشتیم، چقدر احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل داشتیم، چقدر انتخابات آزاد برگزار میشد. بله شما بیا اینا رو به من بگو. بله دوستان، صحبت های صادق زیبا کلام رو هم در این قسمت شنیدید. فکر می کنم انقدر واضح و روشن بود که احتیاج به تفسیر بنده نداره که بخوام مقصود صادق زیبا کلام رو از این حرفاش بیان بکنم. اما اگه خاطرتون باشه، فکر می کنم 7 یا 8 ماه پیش بود، حالا یکی دو ماه بالا پایین تر، که مدیر تلویزیون من و تو آقای کیوان عباسی فیلم کوتاهی رو از صادق زیبا کلام در زمان جوانیش و پیش از شورش 57 منتشر کرد که بازداشت شده بود، و در اون ویدیوی کوتاه که به نظر می رسید گفتگویی هست ما بین صادق زیبا کلام با یکی از نشریات انگلیسی در مورد اتهامات خودش و همینطور ارتباط گروه خودش و رفقاش با جنبش‌های تروریستی و کمونیستی مثل جنبش جورج حبش در فلسطین، در مورد این صحبت کرد که خیلی این صحبت‌های صادق زیبا کلام تولید حاشیه کرد، یعنی این ویدیو تولید حاشیه کرد، برای اینکه مجدداً به خاطر بیاریم این ویدیو رو و حرفایی که صادق زیبا کلام در اون گفتگو زد. بریم با هم اول اون ویدیو رو هم ببینیم، بعد برمیگردیم کلا در مورد این فیلم ها و ویدیو ها با هم دیگه صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام مفرد was a student at Bradford University in England. Who was actually making the decisions about tactics and opposition to the regime, whether it was killing, whether it was sabotage or whatever? Who was basically dictating the pattern of tactics? Well, we were primarily against the regime. But to answer your question as to who guide us for our tactic, it was, as far as I know, it was after a sitting that we had in Germany, and there were some Arab extremists who later on we found that they had links with Habash and some other Palestinian extremist group. In fact, it was after this sitting with these people that we decided after a lot of conversation with them that the tactic from now on should be a sabotage, assassination, in simple word, urban guerrilla warfare. But whenever these decisions were taken at various meetings, the point that I'm trying to get at is that it was non-Iranians basically who were taking these decisions? Well, because non-Iranian were much more involved and much more politically minded than we were, naturally whatever they told we accepted it, because we look upon them as a people who know better than we do. So whatever they said in the respect of the tactics of the movement, we accepted it as a good experience. And who was, as far as you know, and you were involved with carrying money from Britain to Iran, that's who right. was providing the finance for the guerrilla terrorist activities inside Iran? Well, first we thought that it was money that the Iranian people had collected, our friends, Arab students, Palestinian students, Greek students, etc., had collected
But later on, when I got back to London, and I got to know more of these people, I found out that the money came either from the Habashis movement or from Libya. Mofred was arrested while delivering funds from the sources he named to an Iranian terrorist group. He got 3 years. In England, he was a principal officer of an Iranian students' organization, which now claims he was tortured and murdered in Iran. دوستان این همون ویدیوی کوتاهی بود که کیوان عباسی چند ماه پیش در پیوند با صادق زیبا کلام منتشر کرد. بعد از اینکه این ویدیو منتشر شد، همونطور که عرض کردم، خیلی تولید حاشیه کرد و از اونجایی که خب صادق زیبا کلام نشون داده به واسطه اون خوی وسط بازانش عرض میکنم نشون داده که هیچگاه مسئولیت کارهای خودش رو نمیخواد بپذیره و همیشه عاشق کیک قدرت دستساز جمهوری اسلامی هست، بر سیاق ایدئولوژی جمهوری اسلامی فرار رو به جلو کرد و با یه سری دروغ پردازی ها سعی کرد که به نوعی حواشی مربوط به این ویدیو رو تحت شعاع قرار بده. اولین حرفی هم که زد این بود که این ویدیو تحت فشار بوده و به عنوان یه آدم آزاد نیومده این مصاحبه را انجام بده و بیانم کرد که هم خودش شکنجه شده و هم دوستانش و اساساً زندانیان سیاسی در زمان شاه فقید ایران شکنجه می شدن. وقتی خب این صحبت ها را انجام داد، خیلی از افرادی که در زندان های به عنوان زندانی سیاسی در زندان های زمان شاه فقید ایران حضور داشتند و الان هم واقعا گرایشات مثلا پادشاهی خواهانه یا سلطنت طلبانه و ملی گرایانه ندارن، شاید خیلی هاشون و حتما خیلی هاشون هنوز که هنوز مارکسیست باشن، ولی خب از اونجایی که بعضی هاشون صداقت دارن اومدن و به صراحت گفتن که در قیاس با زندان های زمان جمهوری اسلامی واقعا هتل بوده زندان های زمان شاه، همونطوری که الان همونطوری که شنیدید صادق زیبا کلام زندان های جمهوری اسلامی و اوین رو هتل مینام، همون هتلی که امثال ستار بهشتی در زیر کتک و شکنجه جان شریف خودشون رو از دست دادن و هزاران نفر مثل ستار بهشتی، همون هتلی که در تابستان 67 چند هزار زندانی سیاسی رو صرفاً به علت اعتقاد به گرایشات چپ یا پیوندشون حتی به واسطه داشتن یه جزوه با سازمان مجاهدین خلق اعدام کردن و خیلیشون حتی قبرشون هم معلوم نیست و خانواده هاشون سوختن و هنوز که هنوز از مزار فرزندان خودشون خبر ندارن. هم من میتونم و هم خیلیاتون میتونید که هزاران مورد رو از این جنایات جمهوری اسلامی، از جنایاتی که در زندانهای و سیاهچاله‌های جمهوری اسلامی انجام شده مثال بزنید و مثال بزنیم و واقعا در رد خزعبلات صادق زیبا کلام هست. اما آقای ایرج مصداقی در گفتگوی این هفتهش در میهن تیوی به صورت مختصر به این حرفای صادق زیبا کلام پرداخت. بریم اول صحبتای ایرج مصداقی رو گوش بکنیم، برمیگردیم میخوام کمی در مورد مقایسه زندانهای زمان شاه و همینطور جمهوری اسلامی بیشتر با تو صحبت بکنم. صادق زیبا کلام رو تون رژیم نکبت اسلامی تحملش میکنن برای اینکه این غلط ها رو بیاد بکن. من قبلا هم گفتم او بهش نیاز دارن یه جایی که مقایسه میشه بین زمان شاه و رژیم نکبت اسلامی، اون بیاد امروز رو بهش جلوه بده. خب و بعد حتی بگه چی؟ من برای دفاع از جمهوری اسلامی حاضرم اسلحه دست بگیرم، یه آدم مفنگی. مشکل اینجاست که چنین کسانی رو صبح تا شب در رسانه‌های خارج کشورم میاد و بیشترین حجم پوشش رو به اینا میدن. با انواع اقسام زندانیان زمان شاه من همبند بودم و همسن از نسلهای مختلف. یکیش همین فرج سرکویه، تو کتابش میگه چون زمان شاه فرج سرکویه 8 سال زندان بوده، میگه یک روز زندان زمان، فکر کنم همچین مضمونی رو میگه. البته من این مضمون رو بارها و بارها تو زندان شنیدم. اینو بگم، یه روز زمان رژیم خمینی مثل 1 سال زمان شاه. اینو میگه ها. ببینید من خودم
با انواع و اقسام زندانی سر و کار داشتم، از کسایی که زمان شاه 20 سال 25 سال زندان بودن تا از توده های قدیم تا مجاهد فدایی، نمیدونم از ساکای قدیمی، نمیدونم انواع اقسام راه کارگر، پیکار، جریانات نمیدونم وحدت کمونیستی یا هر کسی، حالا فرق نمی کرد، که زندان زمان شاه رو تجربه کرده بود. علی رغم تمام اختلافات سیاسی که داشتن روی یه چیز مشترک بودن، گفتن یه روز زمان شاه اندازه یه روز زمان خمینی اندازه یه سال زمان شاه، اصلا بودن اینا قابل قیاس نبود. میخندیدن، باور نمیکنید ماویستا میخندیدن، میگفتن در زمان مقایسه گفتن بودن نمیشه مقایسه کرد اینا. خب حالا یه جعلنقی میاد مطرح میکنه که این زندان هتل 5 ستاره است. ببینید اتاقایی که توش زمان شاه 10 نفر بودن، 10 نفر، زمان خمینی 100 نفر بود. باور نمیکنید، من این کتاب جلد دوم همین جلد سومش رو داشتم، همین نزیستن نمرک، من توضیح میدم راجع به زندان قزلحصار، مجرد قزلحصار. ما 4 متر مربع، اشتباه نمی کنید، 4 متر مربع، 1.60 در 2.5، یه خوره از 4 متر بیشتر. من باور که خودم بعضی موقع شک میکنم ما 22 نفر تو اینجا بودیم. حالا بماند که تخت طبقه سوم هم یه نفر بیشتر نمیتونست باشه. حالا ما چه مهندسی میکردیم آدم ها جا بشه و از تمام این فضا از زمین تا سقف استفاده کنیم برای جا کردن. من یه روز رفتم، من کیفرخواست جدیدم رو برید نگاه کنید، مهرماه 64، 11 مهرماه برابر صادر شده، 20 مهرماه رفتم دادگاه، تقاضای اشد مجازات کردن من علی رئیسی. باور میکنید یکی از دلایلی که مبشری قاضی شرع اوین حیرت کرد ادعایی بود که من کردم، و چه بسا همین ادعا فضای دادگاه رو چرخوند. بهش گفتم که شما حاکم شرعید، اگر حکم من اعدامه بنویسید اعدامم کنید، اگر من بایستی زنده باشم و زندانی باشم این چه وضعیتی شما سرمون دارید. من تو جایی بودم 22 نفر تو 4 متر مربع جا، اون یه دفعه ای از جاش بلند شد جوری کرد گفت 22 نفر تو 4 متر جا. آخو من دیدم الان موقعشه، گفتم بله، شما نمیتونی حتی فکرشو بکنی، من اونجا زندگی کردم. گفت 22 نفر تو 4 متر جا. گفتم بله. گفتم کاری نداره، رادیو ضد انقلاب که نیستش که زنگ بزنید زندان قزلحصار بگید یه زندانی اینجاست چنین ادعایی رو میکنه. یهو رد رو دهتش باور نمیکرد که، گفتم ببینید 20 تا مرغ اونجا میداختید فردا صبح تخم نمیکردن، 22 نفر تو 4 متر جا بودیم. بعد براش توضیح دادم چجوری بودیم. بعد برگشت به اون منشیه که هی مداخله میکرد، هی یقه ما رو میگرفت، خیلی هم آدم پستی بود، یه عرقچین هم سرش بود. یه دفعه این برگشت مبشری به همون منشیه گفت اگه این چیزایی که این میگه راست باشه حق با اینه، بماند که اینا همه شو منافقا دروم بیان. من سریع دوباره بول گرفتم، گفتم که آجا در اسلام قیاس نداریم که، حالا گیرم همه دروغ میگن، شما تا عدله نداشته باشی که نمیشه بگیم من دروغ میگم، که شما تلفن جلوتون رو برداری زنگ بزنید بگید یارو اینجا چه ادعایی میکنه. اصلا حیرت کرده بود، نمیتونست باور کنه. گفتم میدونی چجوری میخوابیدین؟ گفت چجوری میخوابیدین؟ گفتم ببینید ما تخت طبقه سوم براش توضیح دادم، گفتم ما یه تخت اتاقمون بود، یه دونه پتو خانواده من فرستاده بودن قرمز رنگ بود چارخونه، اینو یه سرشو میبستیم به میله جلوی در، یکیشم به پنجره موازی با تخت، 7 نفر اینجوری کتابی
رو تخت طبقه سوم میخوابیدیم، سرمون و این بالا شونمون رو تخت بود کتابی، باسنمون و رونمون رو هوا بود، پاشنه پامون رو این تنابه بود که با پتو درست کرده بود. گفتم اگه کسی سردش هم میشد یا میخواست تکون بخوره، اگه بلند میشد جاش پر شده بود دیگه نمیتونست بخوابه تا صبح، یا باید همه رو بیدار میکرد. ولی انسان نمیتونست باور کنه ما تو همچی جایی زندگی کردیم. حالا من دیگه از برای اونم دیگه، برای که پرونده خودم بدتر نشه، دیگه از قبر و قیامت نگفتم. حواس من بود که یه موقعی این شمشیر دولبه بود برش ما رو ندیده، یه همش باش مشکل داشتن. قبر و قیامت، اون بلایی که سر زنان میهنمون رو بردن. خب من تجربه اون ولش داشتم، قیام اون تجربه واحد مسکونی خدا میدونه دیگه چی. شما ببینید 100 نفر آدم رو تو همون سلوله که شاه 10 نفر میداخت 100 تا میداخت. شما اصلا قضای زمان شاه رو ببینید، بهترین گوشت ممکنه، بهترین اقلام ممکنه رو به خودشون میدادن که خودشون قضا درست کنن. این حاج مهدی عراقی نماینده اینا بود تو آشپزخونه. فروشگاه وین یکی از بهترین جا، بهترین کالاها رو داشت. اصلا امکانات زمان شاه قابل قیاس نبود. دروغ میگن اینا، حق بازن. ببینید من زندانای تهران تقریبا همه، تقریبا میتونم بگم غالب جاهای واحد یک و واحد سه قزلستان رو دیدم، اوین و سوراخ سنباهاش رو دیدم، گوهردشت رو دیدم، شرایط مختلف بودم. اما اینا بی شرمن، اینا بی حیان، باور نمی کنید. یکی از همین زندانیان که زمان شاه و زندانیان چپ بر خود من تعریف کرد، یه سر در دهه 50 تو زندان شیراز که سرکوب زندانیان سیاسی به کنفدراسیون کشید و افشاگری های علیه رژیم شاه و و و و این برای من کسی خودش چپ بوده عبد داشته، برای من توضیح داد همون زندان هم بوده. گفتیدش موضوع کاملا برعکس بود، ما زدیم اونا نزدن بدبخت ها. بعد از اون جودت توده ای که خب میگم این رو شهرواریچی ها اونجا همه هم دوره های جودت بودن، فکر کنم جودت بودن آره، از زبان قدیم سال 32 زندان بود. حالا اونا درجه گرفته بودن، اینا هم که میدونید تو زندان بودن درجه میگرفتن. ببینید شما فکر کنید طرف 25 سال زندان بوده، 25 سال درجه گرفته و حقوقش هم حقوق با درجه یه مثلا رسیده آنو سرهنگی، سرهنگی می شاید کسی باور نکنه اینا رو ها، اینا حقوق 5 سال درجه گرفته و حقوقش هم حقوق با درجه مثلا رسیده آنو سرهنگی، سرهنگی می شاید کسی باور نکنه اینا رو ها، اینا حقوق تو زندان زمانش ها درجه می گرفتن. مثلا اون مانع سرکوب شد، بعد توضیح داد از اول تا آخرش چی شد، اصلا چرا جنجال شد، چرا درگیری پیش اومد، ما حمله کردیم، کجا مأمور زندان کردن، بعد چه واکنش های اونا داشتن، همه رو جز به جز. من که نبودم اونجا. گفت این چیزایی که تو خارج کشور گفته میشد تماما جد. گفت شروعشن از این یکی از زندانیان مجاهد علی محمد تشیع بود که رو تخت طبقه سوم نشسته بود، پاش اینجوری تکون میداد، حالا داستانش مفصل. و شروعش هم این کرد. حالا من الان نمیخوام به جزئیات برم، ولی اینا هم گفتم تجربه شخصیمه. باور کنید، ببینید یه آدمی مثل حاکم شهر اوین یعنی همه شکنجه ها رو دیده، قتل عام‌ها رو دیده، کشتارا رو دیده، کشتارگاه اوین رو دیده. وقتی من بهش گفتم ما کجا زندگی می‌کردیم، با باور نمیتونست بکنه.
اصلا همین باعث شد یک کیفرخواست بلند بالاست میتونید برید علیه من رژیم منتشر کرد سال گذشته. خب کیفرخواست دوباره این کیفرخواست واقعیه، قبلا هم تو کتابم راجبش نوشته بودم. خب ولی یکی از دلایلی که من زیرش در رفتم همین موضوعی بود که راجب مجردهای غزل سال گفتم، اصلا گیج شد بود. حالا بماند یار، ما میگیم این آدم رزل کثیفی رو این فرقه رجوی رفته و برده یکی از همین جمشید پیمان، یکی از رجاله ها. بله ایرج مستاقی با معجزه زنده نموده، خیانت کرده، یه آدم کثیف رز. و خب پس فطرت تو اونجا بودی، این آدم نماینده بختیار بوده تو بغداد، حقوق بگیر بختیار بوده، نونخور بختیار بوده، آدم تن پرور چه بدونم آ بیکار و بیار میگن، این نونخور بختیار بود، نماینده بختیار تو بغداد. بعد از اینکه بختیار کشته شد خب این دیگه پولپلهی نبود به این مرد که بدن، این راننده تاکسی بود فکر توی اتریش، راننده تاکسی بود. آدم های مسئول رجوی یه دونه از این جاروبرقی ها داره آشغال جمع میکنه، آشغال جمع کنه، اینو جمعش کرد، یه پولی بهش میدن، بعدم یه موقع کیشش میدن بره مثلا سمت اینو. خب یه آدم رزلی مثل این پیدا میشه، چی بگی آدم؟ کسی که نونخور بختیار بوده حالا میاد میشه سینه‌زن رجوی که برای کشته شدن بختیار جشن گرفتن شیرینی میدادن به پلیس. اینه دیگه، میگن این روزگار ما چقدر آدم سفله دیدیم، چقدر آدم بیشر و حیا دیدیم. هست چه میشه که؟ بله دوستان، صحبت های ایرج مساقی رو شنیدید. اگه خاطرتون باشه بعد از انتشار ویدیوی کوتاهی که کیوان عباسی از صادق زیبا کلام منتشر کرد، ما یه محتوای مستقل و جداگانه ساختیم و درست کردیم، هم گفتگوی اختصاصی با عرفان قانعی فرد داشتیم در پیوند با این موضوع و اساساً بررسی کردیم اون چه که به نام شکنجه بعضی ها بیان میکنن، مثل همین صادق زیبا کلام در زندان های زمان شاه فقید، و مقایسه هم کردیم با زندان های زمان جمهوری اسلام. خیلی محتوای روشنگرانه ای بود اون محتوا و مقایسه ای که انجام داده بودیم، و سعی کردیم با تکیه بر همین فکت های تاریخی که موجود هست در رد صحبت های صادق زیبا کلام یه سری ادله رو خدمتون تقدیم بکنیم، چون مجددا صادق زیبا کلام چنین خوزعبلاتی رو بیان کرده. با هم دیگه بریم قسمتی از اون محتوا رو با هم دیگه ببینیم، گوش بکنیم، برمیگردیم با قسمت بعد در خدمتون هستم. وقتی پای بود و نبود و حیات و ماندگاری اختاپوس دستسازی به نام جمهوری اسلامی میرسه، با وقاحت و بدون هیچ شرم و خجالتی امثال زیبا کلام حتی حاضرن که اسلحه در دست بگیرن و با این اسلحه به سمت مردمی که به دنبال براندازی این حکومت هستن شلیک بکنن. شما میفرمایید که 4 سال پیش با من مصاحبه کردید آقای زیبا کلام و گفتی که من با تمام وجود از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنم. من امروز که 4 سال از اون تاریخ گذشته و عرض کردم با 16 و اردی بهشته 97 هستیم، هم همچنان تکرار میکنم که من با تمام وجود از نظام دفاع میکنم و حتی خانم شهرابی یه قدم هم میام جلوتر و خیلی سریع و آشکار و بدون اینکه با کلمات بازی بکنم که بعدا بتونم بگم نه محصول من این نبود، خانم شهرابی به اصطلاح شکرت کرده و نمیدونم این بخش از مصاحبه رو از دفتاری کرده و اینا، نه خانم شهرابی ببینید چیزی که من دارم میگم سعی میکنم خیلی خیلی ساده و سریع بگم که اینجوری بعدا نتونم از دیدش فرار بکنم. اگر این نظام
در معرض سقوط قرار بگیره. همین نظامی که می‌شناسیم، یعنی همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و و و پاوریچ، اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره، یعنی دچار مشکل بشه، دچار بحران بشه و من ببینم که داره سقوط میکنه، حالا یا در نتیجه خیزش مردم، تظاهرات مردمی در داخل کشور، و یا اینکه مثلا آمریکا آمده به ایران حمله کرده، یا اسرائیل، آمریکا و عربستان آمدن به ایران حمله کردن و نظام داره سقوط میکنه. من خانم شهرابی شرمنده شما هستم و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود می ایستم و از نظام دفاع میکنم. من از اسلحه متنفرم، ولی اگر پاش بیفته اسلحه هم دستم میگیرم، با اینکه اصلا بلد نیستم تفنگ و چجوری دستم میگیرم و متنفرم از تفنگ و فشنگ و اسلحه و اینها، ولی دفاع میکنم از اینکه نظام سقوط نکنه. ببینید، اولین نکته ای که من میخواستم بگم این هستش که به کسی که یه همچی جرمی رو مرتکب شده بوده سال 1353-54 سه سال زندان نمیدم. به کسی که همچین جرمی رو مرتکب شده بوده یا اعدام میشده یا حداقل دیگه خیلی در مماشات میکردن، راه میمدن به آش حبس عبد بهش میدهدن. درست مثل میمونی که امروز یه نفر بگه که من با جیش العدل در ارتباط هستم، من از سلطنت طلبا پول میگیرم، من از مجاهدین پول میگیرم، من از آمریکایی ها پول میگیرم، من از اسرائیلیا پول میگیرم، اینو میارم ایران برای مبارزه تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی. خب یه همچین فردی باید بگه که من به 3 سال محکوم شدم. مثلا این چقدر خنده داره، چقدر باور نکردنیه. زمان شاه هم همونطور. زمان شاه اگر کسی همچین اتهام مرتکب شده بود، عرض کردم 3 سال زندان شوخیه. ولی خب من یعنی خبرنگار داره میگه ایشون به 3 سال زندان محکوم شد. بنابراین کل ماجرا نشون میده که چقدر ساختگی بوده. خب دوستان، در اینجا خودتون دیدید و شنیدید که صادق زیبا کلام باز هم با دروغ پردازی و فرار رو به جلو سعی میکنه که به نوعی این اعترافات خودش رو توجیه بکنه. میگه که در اون زمان هیچگاه به دلیل چنین جرایمی 3 سال و 5 سال حکم نمیدادن و برای چنین جرایمی یا اعدام میکردن یا حبس ابد میدادن. به هیچ وجه اینطور نیست. بسیاری از افرادی که هنوز هم زندن و به قول خودشون سابقه مبارزاتی دارن، در زمان محمد رضا شاه فقید جرمهای بسیار بزرگتری انجام دادن. محسن مخملباف که با چاقو حمله کرده بود به یه پاسبون، حالا من سعی میکنم اون قسمتی از فیلمی که خود مخملباف در موردش صحبت کرده رو خدمتتون نشون بدم. کاتم رفتیم همینجور کار میکنیم. آخریش این قضیه خل سلاح پاسبان بود تو یه دستالگی من که عکسش رو دیدیم تو آلبوم که منجر شد به دستگیری ما. ما سه نفر بودیم که خواستیم هم بکنیم به پاسبانه پاسبانه یه واسبه بود. دو تای ما بهش حمله میکردیم و با چاقو، در واقع منتقل چاقو بزنیم سعی کردیم با مشت و اینا از ما داره میگیره. من از دهش رو تیر کشید، من رو با تیر زد، من مجبور شدم به چاقو زدم. بعد از اون که ما در و فرمان دوم اینست که بزنیم این حکومت بپاچه، همه همدیگر رو بکشن، کشور خسارت ببینه، بعد پسر شاه برگرده میگه ما ایران رو پس میگیریم. مگه ما مردیم؟ اگر تو میشی شاه منم میشم محسن چریک، میشم محسن چریک. اینجوری نیست که ما همه عمر ما رو بدیم بذاریم پسر شاه برگرده. یا ایرج جمشیدی مسئول روزنامه آسیا اگر اشتباه نکنم، ایشون که اصلا برنامه داشت برای دزدیدن ولیعت، یعنی همین شاهزاده رضا پهلوی، و همشون آزاد شدن بعد از چند سال. و اینجا آیز با کلام باز هم فرار رو به جلو میکنه و دور دروغ پردازی میکنه. اما به بعضی از توییت ها در ارتباط با همین صحبت آقای زیبا کلام میخوام اشاره بکنم.
با علی حمید مجدداً شروع می‌کنیم که اینطور نوشته که برخلاف ادعای صادق زیبا کلام، حکم افرادی مرتبط با گروه‌های تروریستی و چریکی لزوماً اعدام و ابد نبود. در دادگاه‌ها رویه‌ای وجود داشت که فقط در دو حالت حکم اعدام صادر کنند: عاملین بمب‌گذاری و حمله مسلحانه که منجر به قتل شده، یا رهبران رد اول گروه‌های تروریستی. مثلا بهزاد نبوی که معرف حضورتون هست، با دوستانش نارنجک و اسلحه آماده کرده بودند که عملیات کنن، اما قبل از عملیات دستگیر میشن. او مکان نارنجک‌ها رو هم به ساواک اطلاع میده و اگه اشتباه نکنم تنها 8 سال حکم میگیره. دکتر میلانی، بطهایی، شالگونی، مهدی فتاپور و فرخ نگهدار که بسیاری از اینها الان زندن، خاطراتشون رو دوستان نوشتن و ده ها چریک ریز و درشت دیگر هم به همین ترتیب. شادروان ویدا حاجبی عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق و از طرفداران کاسترو که برای آموزش چریکی به لبنان و کوبا هم رفته بود، تنها از سال 51 تا 56 به مدت 6 سال به زندان. For Savak's alleged treatment of political prisoners and in particular the alleged use of grisly forms of torture during interrogations, Iran is described in the international press as being ruled by one of the most brutal and repressive regimes in the world. During my investigations on the spot, I found very little evidence to support the allegations and much to contradict them. Take, for example, the case of Vida Hajabi Tabrizi. By Iranian student groups abroad and their supporters, she is one of the most celebrated of all Iranian political prisoners. She's said to be either dead or, alternatively, so paralyzed by torture that she can't even move. And she is widely reported as being in one or the other of those two conditions. We filmed her unobserved to start with because we were informed that she might act paralyzed if she saw us first. Ali, would you ask Vida Hajabi if we can talk with her? I understand that people say. Okay. You know about all the stories in the foreign press that say you were paralyzed. غلط شدید و اینها. شما که الان ماشاءالله خوب قدم میزنید، راه میرید. خب راه میرم، ولی اشتباه بی خودی حرفه بی خود ممکنه بزنید. It is possible that they said everything they want, but I... But what is your condition? I mean I am very good. You look quite well. بهزاد مهرانی، نویسنده و عضو سابق فرشگرد، هم به این صحبت‌های صادق زیبا کلام واکنش نشون داده و نوشته: همین امروز احمد زیدآبادی نوشته بود که پدر زنش محمدی گرگانی که عضو مجاهدین خلق بود و با اسلحه دستگیر شد، 18 سال حکم گرفت. کسانی با همین گونه جرائم حکمای کمتر از این هم گرفتند. از همه اینها عجیبتر اینه که صادق زیبا کلام میگه نمیدونه چرا اپوزیسیون از اون متنفره. این که نمیدونه برام خیلی عجیبه، خلاف این که تروریست بودنش اصلا متعجبم نکرد. امیر مقدم هم نوشته که مخملباف به جرم ساختن کوکتل مولوتوف، گروه خرابکاری، حمله به پلیس با چاقو به 5 سال زندان محکوم و زود آزاد شد. دهه 60 هم جزء جنایتکاران بود. کامرانی تروریست که میخواست شاه رو ترور کنه، به مناسبت جشنهای 2500 ساله عفو و زود آزاد شد. ایرج جمشیدی که میخواستن شاهزاده رو بدزدن، به زندان محکوم میشه و در نهایت آزاد میشه. و همونطور که ملاحظه کردید دوستان، از این دست توییت ها و اطلاعات البته بسیار زیاده، وقت نمیشه من بخوام خاطرات بعضی از این به اصطلاح انقلابیون در شورش 57 و سوابق باز هم به اصطلاح مبارزاتیشون رو براتون بخونم که چه جنایت هایی کرده بودن، چه کارهایی کرده بودن. اصلا یکی از دلایلی از نظر من و خیلی ها که حکومت محمد رضا شاه فقید سقوط کرد این بود که انقدر شل گرفتن و اینها رو آزاد گذاشتن که هر غلطی دلشون میخواد بکنن، و اگه واقعا سفت و سخت برخورد میکردن امثال زیبا کلام ها و دیگران، نمیتونستن هر غلطی دلشون میخواد بکنن و این بلا رو بر سر ایران و ایرانی بیارن. معتقدم که یکی از شانس ها و یکی از اقبال های بزرگی که خداوند عزت برای جمهوری اسلامی مقرر کرده
این هستش که اپوزیسیونش رو اتفاقا همین افرادی که میشناسیم، یعنی جناب شاهزاده رضا پهلوی، خانم مسیح علی نژاد، خانم گلشیفته فرهانی، آقای عبیر عباس فخرآور، آقای سعید سکویی و این افراد اومده قرار بده. شما که الان چون با این فرد صادق زیبا کلام مشکل دارین و خیلی از اون خوشتون نمیاد، به خودتون اجازه میدید که یه فیلمی رو که ساواک گرفته بوده و مشخصه که ساواک وقتی میره این فیلم ها رو میگیره چی جوری بوده، درست مثل همین الان که جمهوری اسلامی بره این فیلم ها رو بگیره از اوین، از محکومی و متهمین سیاسی، نمیگذرید از این و برای کوبیدن صادق زیبا کلام نیر از این بهره برداری سیاسی میکنید، اون وقت من باور کنم که اگر شما روزی به قدرت میرسین به انسانها احترام میذارید، به منتقدین احترام میذارید، به قانون احترام میذارید، به حقوق بشر احترام میذارید. نمیدونم، خیلی برام دشواره که وقتی که آدما اینجوری امروز رفتار میکنن یا فردا که به قدرت رسیدن بگیم که خیلی پاک و منظم و شایسته. من دیدم که کیوان عباسی وقتی مواجه شد با این به هر حال دروغ پردازی های صادق زیبا کلام، در چون اولین بار این گفتگوی صادق زیبا کلام رو کیوان عباسی منتشر کرد، من دیدم که به هر حال کیوان عباسی توییتی رو منتشر کرده، وقتی به هر حال مواجه شد با دروغ پردازی های صادق زیبا کلام پاسخی بهش داده، اینطور نوشته که در پاسخ تکذیب صحت حرفای گفته شده به خبرنگار خارجی و حجم بالای مغلطه و سفزته توسط آقای زیبا کلام در چند روز اخیر، فقط به دو موضوع اشاره می کنم و بس. یک، این روزنامه رو به اشتراک می گذارم در مورد دعوت جورج حبش برای بسیج علیه حکومت شاه. همین آقایی که جورج حبشی که صادق زیبا کلام به صراحت ازش نام برد که تامین مالی میکنه تروریست های داخل ایران رو و آقای زیبا کلام هم به هر حال باش ارتباط داشته، احتمالاً ساواک جورج حبش رو هم مجبور کرده بود این حرفا رو بزنه. دو، برعکس حرفایی گفته شده، اکثر مخالفین شاه از جمله بسیاری از سران آینده جمهوری اسلامی نه حبس ابد بودند نه اعدام شدند، چند سال زندان بودند یا در تبعید و بین سالهای 55 تا 57 اکثرا آزاد میچرخیدند چون فضای سیاسی بازتر شده بود. و در ذیل این توییتش هم به یک شماره از روزنامه اطلاعات اشاره کرده که یه سوتیتری میبینید که نوشته جورج حبش اعلام کرد دو نقطه، همه نیروها باید علیه ایران بسیج شوند. و در قسمت دوم هم میبینیم که مشروع این صحبتهای جورج حبش رو آورده، نوشته جورج حبش میخواهد همه نیروها رو علیه ایران بسیج کند. و واقعا وقتی استناد کرده به همین صحبتهای جورج حبش نشون میده که واقعا امثال جورج حبش و گروه های تروریستی مارکسیستی فلسطینی و لبنانی و عرب چه مشکلات عمیقی با حکومت پهلوی داشتن، و این گونه که آقای زیبا کلام داره انکار میکنه این موضوعات رو یه دروغ بزرگه و من واقعا نمیدونم چطور میتونن اینها رو انکار بکنن وقتی چنین اسنادی وجود داره و دیگه به هر حال عهد تیرکمون سنگی نیست که مردم به این چیزها دسترسی نداشته باشن. دهه 60 نیست، دهی سیاه 60 نیست که بتونن چند هزار نفر رو در عرض دو سه روز اعدام بکنن و زیر بارم نرن، هیچ وقت هم حرفشو نزنن، هیچ روزنامه‌ای هم جرئت نکنه تا سالهای سال در موردش صحبت بکنه تا وقتی که به هر حال مرحوم منتظری در ارتباط باهاش یا به هر حال امثال ایرج مستاقی یا دیگران خیلی های دیگه بخوان به هر حال این افشاگری ها رو بکنن. و فقط بیشتر عرضم این بود که در جای جای این مصاحبه ما متاسفانه صداقتی از آقای صادق زیبا کلام ندیدیم نه شنیدیم. بریم بیرون که این مهندسین در حقیقت جذب صنعت مونتاژ می‌شدن، درسته؟ یعنی باید می‌رفتن و در یک صنعتی که ما خودمون در به وجود آوردنش هیچ گونه دخل و تصرفی نداشتیم، بعد می‌رفتن اونجا کار می‌کردن، مثلا زیر دست آمریکایی، زیر دست ژاپنی، آلمانی، هر کی. یعنی به عبارت دیگه ما طراح، اینا طراح نبودن، اینا در حقیقت کسایی بودن که به عنوان
آپراتور به عنوان عمل کننده میرفتن و میسنن پای ماشینات اینو کار میکردن. چرا؟ چون مثلا شما صنعت ماشین اگه در نظر بگیری به عنوان مثال، مثلا کارخونجات ایران ناسیونال، شما اونجا چیزی به عنوان طرح و توسعه و یه چیزا ندارید. یه سری قطعات و لوازم رو از برمینگام انگلیس شما اینا رو جمع میکنید میارید اینجا و اینا رو چیکار میکنید؟ سوار هم دیگه میکنید پیکان میرید بیرون. یا در مورد مثلا پتروشیمی همینطور، طرحش رو فلان کارخونه ژاپنی میده، فلان شرکت ایتالیایی میده اینها، و مهندسین مثلا مهندسین شیمی و پتروشیمی ها میان و میسن اونجا عمل میکنن. نظر من اینه که ما حالا باید سعی کنیم خودمون بسازیم، ولی اینکه اون چیزی که ما میسازیم 50 سال یا 100 سال یا 200 سال از اون چیزی که غربی ساخته چه باشه، عقب‌تر باشه. حالا امکان داره خیلی ها بگن که اینا یه کسایی هستن که چرخ رو میخوان بگردونن به عقب و اینها، ولی واقعا این مسئله شما اگه بشینید مفصل بهش نگاه بکنید ببینید ما واقعا صنعت نداریم. ما اون چی که داریم به عنوان یک چیز تکنولوژی وابسته هستش. یه کلیپ هست اینا این دوست مرتب کلیپ رو چیز بکنن. مال سال 57-58 تو مقایسه تازه انقلاب شده بود. بله. من تو دانشگاه دارم میگم که بله این صنعت مونتاژ باید بین بره، این صنعت وابسته به غرب، باید خودکفا بشیم. عکس اینا که میگم بعد اون وقت خیلی از این حزب اللهیا هستن، حکومتی ها هستن که اینو هی تو تلگرام و تو واتساپ اینا پخش میکنن. بعدم از من میپرسن میگن که خجالت نمیکشی اینا رو میگفتی الان خود فروخته شدی الان این حرفا رو میزنی؟ خودمون که اول اون پخش کردیم آقای دکتر. آره اول درمی که داشتیم خودمون پخش کردیم. آره یه پاسخ طرف بهشون میدم، میگم آقا جون صادق زیبا کلام سنگ نیست، درختم رشد میکنه، درختم بارور میشه، سنگ و جمادات هستن که تغییر نمیکنن. صادق زیبا کلام اون مال 40 سال پیشه، مال 50 سال پیشه. صادق زیبا کلام کتاب خونده، دکترا گرفته. خاک بر سر صادق زیبا کلام بکنن اگه هیچ تغییر و تحولی در نتیجه کتاب خوندن، تحقیق کردن، مطالعه کردن توش به وجود نیامده بوده باشه. حالا شما سعی میکنم خیلی ساده و سریع بگم که چجوری بعدا نتونم از دیدش فرار بکنم. اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره، همین نظامی که میشناسیم، همه مجلس شورای اسلامی، همه مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره، یعنی دچار مشکل بشه، دچار بحران بشه، من ببینم که داره سقوط میکنه. حالا یا در نتیجه ریزش مردم، تظاهرات مردمی در داخل کشور، و یا اینکه مثلا آمریکا آمده به ایران حمله کرد، یا اسرائیل، آمریکا و عربستان آمدن به ایران حمله کردن و نظام داره سقوط میکنه. من به خانم شهرابی شهرمنده شما هستم و شهرمنده خیلی از مردان ایران هستم، ولی با تمام وجود میشم و از نظام دفاع میکنم. من از اسلحه متنفرم، ولی اگر پاش میفته اسلحه دستم میگیرم، با اینکه اصلا بلد نیستم کفنگ و چیزی دستم میگیرم و متنفرم از کفنگ و پشنگ و اسلحه و اینها، ولی دفاع میکنم از اینکه نظام سقوط نکنه. مثلا خیلی ها میگن که یلدا و نوروز و سیزه بدر و نمیدونم اینا رو گرامی بداریم، اینا رو پاس بداریم، اینا باعث میشه ما ایرانی ها دور هم دیگه جمع بشیم، روحیه یه نمیدونم اینا. به نظر من اینا اون نجات پرستی ایرانی هستش. اینا اون دستگلای علکی هستش که هی ما برای خودمون دوست داریم بفرستیم. کریسمس مگه غیر از توی این محتوا واقعا ما نهایت تلاشمون رو کردیم، فارغ از این که بنده چه اعتقادی دارم، چه اعتقاد سیاسی دارم، چه گرایشی به چه فردی دارم، اما توی این محتوا نهایت تلاشم رو من و همکارانم کردیم که با تکیه بر یه سری از فکت‌های تاریخی اثبات بکنیم اون چه که امثال صادق زیبا کلام در مورد وضعیت سیاه زندان‌های زمان شاه فقید بیان می‌کنن صحت نداره و واقعا در مقایسه با زندان‌های زمان جمهوری اسلامی واقعا هتل بوده و واقعا هم نمیشه هم کاملا بی‌انصافی است که وضعیت زندان‌های زمان جمهوری اسلامی رو با زمان شاه فقید ایران مقایسه بکنیم و از همه مهمتر و بدتر مثل صادق زیبا کلام در این مقایسه کفه زندان‌های زمان شاه رو سنگین‌تر بدونیم.
در بقول خودشون جنایت یا شکنجه زندانیان. اما همونطور که عرض کردم با ارفان قانعی فرد هم در پیوند با این موضوع ما گفتگوی چند ماه پیش داشتیم، چون خیلی مهم بود بعضی از حرفای ارفان قانعی فرد. بریم یه قسمت کوتاهی از صحبت های ارفان قانعی فرد رو هم گوش بکنیم تا این محتوا در پیوند با بحث صادق زیبا کلام فکر میکنم کامل بشه و کامل تر بشه و بعد برمیگردیم با قسمت پایانی در خدمتتون هستم. من این شخص رو در عمرم یه بار بیشتر ندیدم، اصلا نمیشناختم. یک مراسمی بود که ایشون رو دیدم در ایران، مربوط به حدود 20 سال پیش میشه، و چون انسان هوچی و حرافیه در تمایلی به دنبال کردنش نداشتم، چون من گرایش فکریم به اصطلاح پادشاهی خواهه، ایشون گرایش فکریش به اصلاح طلب داخل حکومتیه، پس بنابراین یعنی 180 درجه با هم متفاوت هستیم. من خواهان برانداختن رژیم ملام، ایشون خواهان اصلاح توحش ملاست که غیر قابل اجراست در عمل. این از نظر شناختی و انسانی است که حرفهاش در کنار هوچیگری بسیار کم مایه و فاقد ارزش علمی است و راجع به همه چیز حرف میزنند. مثلا این نکته است که به هر حال در جهان سوم رسانه باعث میشه شخصیت هایی مطرح بشن که جایگاه و پایگاهی از نظر علمی ندارن و واقعا ایشون حرفای بسیار کم مایه، سست و بی ربط رو در نوشته ها و گفتارشون به وفور هست. خیلی از کسایی که واقعا علاقه هم دارن به خاندان پهلوی، وقتی انتقاد میخوان به مشی سیاسی محمد رضا شاه فقید بکنن، میگن که محمد رضا شاه فقید با مشت آهنین با این تروریست های سال 57 برخورد نکرد و بر حال این شد که ما میبینیم و وضعیت مملکت الان متاسفانه به اینجا رسید و اگر اون برخورد رو میکرد ما چنین وضعیتی نداشتیم. به صادق زیبا کلام وقتی برمیگردیم که گفته یا این دروغ که میگه برای جرم هایی مثل جرم من یا اعدام میدادن در اون زمان یا نهایتا حبس ابد، ما میبینیم که به نوع این انتقاد از یه منظر، این انتقادی که از محمد رضا شاه فقید میکنن درسته، چون اگر واقعا قرار بود مشت آهنین برخورد بکنه همسال زیبا کلام ها اساسا زنده نبودن. و شما اگر فرد افراد خاصی رو به خاطر میارید که جرم های تروریستی انجام دادن و زنده ماندن و نهایتا 7-8 سال حبس گرفتن، اگه چند تاشون رو نام ببرید و اینکه اساسا در اون زمان برای جرم های این چنینی چه احکامی صادر می شده و یا برای چه جرم هایی بهتر بگم اعدام یا حبس ابد صادر می شده؟ عرض کنم این قسمت سوالتون رو من میخواستم در برم ولی دوباره منو آوردین گوشه رینگ، به خاطر اینکه این حقوقدان باید جواب بده. تاریخی مثلا یکی از اون آدمایی که دستگیر شده بود برای حزب توده دستگیر شده بود و فعالیت های حزب توده بخش کمیته ایالتی کردستان یعنی کاک دار دست قاسملو بود به اسم غنی بلوریان، هیچ رفتی به کرد کردستان نداشت. بعد ها من از خودش پرسیدم البته و یه چیزی هم به اسم خاطرات ازش تو ایران منتشر شده که دادش رفته بود هوا که من این رو نبستم و پلانی من رو اینا به خاطر حزب توده دستگیر شده بود ولی اومده بود بیرون بود من به خاطر کرد و کردستان دستگیر شدم. مثلا این که از اونش شارلاتان بازی ها بود. یا عزت شاهی یک تروریستی بود که مثلا دفتر هواپیمایی الال رو منتشر کرد در تهران و حتی در زندان تو کنم زندان قصر یا اشتباه نکرده باشن، اگر هم اشتباه هست از بنده است، ولی تو حافظم اینه که ایشون خواست تو غذای زندان سیاسی سم بریزه و بعد بندازن گردن سوال مثلا. خب ایشون دستگیر شد به خاطر کار تروریستی و بعدش آزاد شد. به مثلا خود مسعود رجوی که آزاد شد و ساواک، من توی یکی از این صاحبان با یکی از این مدیران ساواک کشتش دیگه به صفابی و با
بازرگان رو دعوت کردن با احترام عزت افتران بهش گفتن که میشه مجاهدین خلق رو ساکت کنید آرام کنید این جوان ها مثلا کشته نشن فلان اینا. بعد بازرگان صداش رو برده بالا یعنی با حالت خیلی بیادبانه صحبت کرده و اون مدیر سالای کردش گفته که با احترام با شما صحبت میکنیم تا آخر جلسه حرمت خود رو نگه داریم و در نتیجه اینطور نمیتونید با صدای بلند صحبت کنیم. اینها خیلی در دادگاه به خاطر اینکه میخواستن حساسیت ایجاد نشه، میخواستن جوانان خونگرمن فلانن اینا و بعد سیاست ارفاقی و تحبیبی میشه گفت ازش استفاده کردن. اگر نه آقایی که تروریست شاید اگر الان شما در نظر بگیرید بسیاری از شما همون لحظه شون رو سر صحنه با فعالیت های تروریستی حسب میکنن. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی زرقالی یه هواپیما بود در بالا آسمون زدن و مفاجئه کردن با چند نفر دیگه همراهش که اونها میگونه خودن واقعا مثلا مهماندار هواپیما حالا هرچی ولی واقعا یک تروریست رو از بین بردن. این چه بسا اگه الان با قوانین فعلی ضد تروریسم الان با اینها برخورد میشد هیچ کدومشون زنده نبودن. ولی خب متاسفانه این مرحله خوشخصوصا روبرو شده بودن با مهربانی با شفقت با دلرحمی شاه فقید ایران که باورش بر این بوده که اینها انسان های به اصطلاح فرزندان وطن هستن و بهشون فرصت داد و به اصطلاح خیلی خوشونت به خرج داده نشه و خب به هر حال اینها 57 ها کار خودشون رو دارن. مثلا حالا شما هایی بفرمایید که دوتا چند تا زندانی خطرناک از اوین روز پنجشنبه جمعه روز جمعه اومدن منتقلش بکنن به یک زندان دیگه وسط راه نقشه فرار میچینن توی اتوبان فرار میکنن بعد مأمور ایست میده جواب نمیدن و خب کشته میشن فقط نه هرچی. بعد اینا مجرم تروریست بودن مثل جزنی و بعد خب تو موقع این سازمان یک خط یک بیانیه یک نوشته نداشته. بعد سال 57 یکی از این مامورای سابق رو میترسونن و لرزونن تو دستگیری و میگن تو اگه این اعتراف رو بکنی مثلا آزاد رو بکنی اون چرا آمد این اعتراف رو بیرخش بکرده رو از اون موقع تا حالا یه داستان رو درست کردن تپه های اوین تپه های اوین چیه؟ ولی دو تا تجربی مثلا تیربارون شدن. خب الان نسل جدید هم میگردی میگه خوب درک آخه چند تا تروریست که اومدن بمب‌گذاری کردن مردم رو بکشتن تشویق یا سلحانی کردن ثمرش چی بود؟ الان شما در سال 57 چه دست گلی به سر مردم ایران زدین؟ عملا هیچ. و اینجاست که ما هزیانگویی رو در امثال این معلم دانشگاه به اسم کاظم زشت کلام نمیبینیم بلکه در امثال فیلسوفنک های دیگه هم میبینیم که دارای بیماری پهلوی حراسی و پهلوی ستیزی هم. همین حسین حاج فراج دباغ به اصطلاح عبدالکریم سروش در دفاع از مصدق السلطنه همین دیروز پیروز یه ویدیو داده بیرون، کسیه که تاریک فکر اصلاح طلبیه که شیفته سواد خمینیه. میگه در قرن قرون تاریخ ایران ما هیچ حاکمی مثل خمینی با سواد نداشتیم. خودش داره میگه آقای خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد. شما فقط کافیست که استقبال از او رو ببینید و بدرقه از او رو وقتی که مرد. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری رو نداریم که این طور تو دل مردم جا داشته باشه. شاه که هیچی، پدر جد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی رو نمیدیره. خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون. از ایام اولیه حکومت هخامنشیان، پادشاهانی که ما داشتیم تا روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی‌رسید. که آقا میگه که باید از
چیز خورشید ما چیز بود خواهد تو چرا نفتی رو همچنی روشن کنید شما خود از خورشید قدرت بگیرید این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که برن میکنن برای این است که این مطقه رو نگهش دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا خمینی گفت اقتصاد مال خره است، این مثلا نشانه دانشمندی خمینی است و همین شخص بازجوی اوین بود طبق صحبت جناب منزوی نسخه شناس که البته من اینو در صدای امریکا 12 سال پیش گفتم. همین شخص کسیه که مجری عطر محمدی بوده در انقلاب فرهنگی. اینها نکاتیه که من فکر میکنم باید نسل جدید آگاه باشه و بدونه این ماجراها رو، و بهترینه که نکته به نکته این فاجعه در تاریخ ما بررسی بشه. خب دوستان، صحبت‌های دکتر عرفان قانعی فرد رو شنیدید. به عنوان پرده آخر این محتوا میخوام خاطرات بعضی از زندانیان سیاسی که در دهه سیاه 60 در سیاه‌چاله‌های روح الله خمینی حضور داشتن، عمرشون واقعا گذشت و تجربیاتی که اونها داشتن، وقتی خاطراتشون رو میخونیم، روایتهاشون رو از زبان خودشون میشنویم، واقعا فکر نمی کنم در قرون وسطا همچنین شکنجه های اتفاق میافتاد، اما در زندان های زمان جمهوری اسلامی چه بسا بدتر اتفاق افتاده، بدتر از اونچه که روایت میکنن و من و شما میشنویم. یکی از بدترین سیاه‌چاله های جمهوری اسلامی زندان قزل حصار بود به ریاست حاج داوود رحمانی که همین چند سال پیش سقط شد و مرد، و واقعا مبده و ابداع کننده بعضی از شکنجه هایی بود حاج داوود رحمانی، که حتی وقتی بازرسان خود جمهوری اسلامی برای بازرسی زندان ها می آمدن و مواجه شدن با این شکنجه ها، حاج داوود رحمانی رو از سر کار و ریاست برداشتن و اخراجش کردن. یه همچین وضعیتی رو فکر کنید در اون زندان ها به وجود آورده بود که حتی جنایتکاران خود جمهوری اسلامی هم کوب کرده بودن. فکر میکنم بعضیاتون اسامی تابوت، قیامت یا واحد مسکونی، شکنجه هایی که همین حاج داوود رحمانی مبده و ابداع کنندش بود رو شنیده باشید. میخوام برای همین پرده آخر بریم با هم روایت بعضی از زندانیانی که در دهه 60 در زمان حاج داوود رحمانی در زندان قزل حصار حضور داشتن و یکی از این شکنجه ها رو به هر حال تجربه کردن. شکنجه هایی عرض کردن مثل تابوت، قیامت یا واحد مسکونی. بریم با هم روایت اینها رو گوش کنیم. به عنوان پرده آخر برمیگردیم، برای خداحافظ خدمتتون میرسم. صدای خشخش بلندگو به گوش می رسد. لحظه ای سکوت بود و انتظار. اسامی که خوانده می شود با کلیه وسایل برای انتقال آماده باشید. همهمی فضای بند هشت زندان اوین را فرا می گیرد. ساعتی نمی گذرد که درهای بند برای انتقال باز می شود. زندانیان زن سیاسی از اتوبوس که پیاده می شوند خود را در زندان قزل حصار می بینند. مردی با هیکلی دروش که او را حاج داوود صدا می کنند جلو می آید و با صدایی تمسخرآمیز می گوید می خوام کارتون رو یک سره کنم، براتون اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمی رسه. دستگاه، جعبه، قبر، قیامت و یا تابوت نام هایی هستند که زندانیان بر اختراع حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل حصار در سال 62 گذاشته بودند. دو ماه قبل از اینکه برخی از این زنان زندانی را وارد این تابوت ها کنند، آنان را در وضعیتی برزخی قرار دادند. منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی، قبل از اینکه ما بریم تو اون جعبه ما رو بنشونن، ما رو حدود 2 ماه یه جایی بردن که اصلا کاملا مخفی بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، ولی فقط می‌دونستیم که توی قزل حصار هستیم. ملاقاتمون که قطع شده بود، هیچ تماسی با بیرون نداشتیم و غذا، من واقعا بدون اغراق میتونم بگم که غذایی که با می‌دن در یک وعده غذای مثلا ظهر چند سه قاشق بخوریم، فقط یک دیس بود برای مثلا 40 نفر اینطور که توی جا بودیم که بسیار ضعیف شده بودیم و اینها هممون. بعد وقت ما رو بردن توی جعبه ها با لگد و با ضرب و شتم اونجا نشوندن. شکوفه سخی در سال 61 هنگامی که 18 ساله بود به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 69 خورشیدی در زندان بود.
او نزدیک به 2 سال از 8 سال زندان خود را در انفرادی گذراند. اما خانم سخی تجربه‌ای تلخ‌تر و فراتر از سلول انفرادی دارد. تابوت‌ها. حاج داوود ابتکار به خرج میده، تخته های چوبی رو برمیداره و روی زمین تعبیه میکنه توی یه اتاق بزرگ در کنار دیوار. به این شکل 30 محفظه درست میکنه که یک ضلعش دیواره، 2 ضلعش این تخته های چوبیه که در ابعاد بین 90 سانتی متر در 2 متره و ضلع 4 که پشت زندانی هستش بازه و رو به فضای درونی اتاق هست. هیچ سقفی هم وجود نداره. فضای میانی بین این 2 تخته حدود 1.5 متر، شاید کم بیشتر کمتر، به اندازه که زانوها و آرنجای زندانی به این 2 تخته 2 طرفش برخورد نکنه. زندانی رو وسط بین این 2 تخته رو به دیوار با چشم‌بند و چادر میشونه. به این شکل که برای ممانعت از اینکه زندانی بتونه با زندانی توی تخته بغل دستش تماس بگیره، یکی رو به دیوار نزدیک به دیوار میشینه، محفظه بغلی رو به دیوار ولی در انتهای این تخته ها با فاصله از دیوار میشینه، که یعنی اگر شما بالا نگاه کنید زنهای زندانی به شکل زیگزاگی، یکی جلوی دیوار نزدیک به دیوار، یکی دورتر از دیوار با چادر و چشم‌بند نشسته. زندانی را با تحکم و خشونت درون تابوت ها می نشانند. روزها و هفته ها و حتی ماه ها می گذرد و او زنده به گور شدن خود را می بیند. نشسته با چادر و چشم بند. حق نداری کلمه ای حرف بزنی، حتی نمی توانی بخندی و گریه کنی. تمامی احساسات و غرایزت به زنجیر کشیده شده. حق شنوایی، حق بینایی، حق خوابیدن، حق خوردن، حق ایستادن، حق راه رفتن و همه اینهاست که قیامت و یا تابوت ها را متفاوت از سلول انفرادی می کند. منیره برادران با تجربه چند هفته تابوت ها در دهه 60 خورشیدی، اصلا این قابل مقایسه نیست. یعنی سلول انفرادی در اون شرایطی که هستش دقیقاً مثل یک هتل لوکسه. یعنی تو سلول انفرادی گرچه کنترل میشه از طریق اون چشمی ها، ولی به هر حال یه دنیای اون چارچوب کوچیک تنگ خودش برای خودش داره، میتونه نرمش کنه، راه بره، مختص زمزمه بکنه. توی جعبه ها یا تابوت ها اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش و تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطعه. یک سال از زمانی که شکوفه سخی به زندان افتاد می‌گذشت. او را در سال 62 و هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت درون تابوت ها نشاندند. آن هم نه برای تنها چند هفته، بلکه بالاترین حد آن، برای 9 ماه. در مدتی که توی این تابوت ها هستیم، نه تنها شما رو از جمع جدا کردن و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای اینکه محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن، توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه. شما تصور کنین اگه یه قابلمه غذا رو روی اتاق کاس ظرف 1 ساعت میپزین، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزین. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه که سریع اونجا انسان رو خورد کنن و از درون خالش کنن. گردانندگان تابوت ها می خواهند زندانی نقطه پایانی برای دردها، رنجها و مصیبتی که در آن قرار گرفته نیابد. درد و رنجی توأم برای روح و جسم. جسم زندانی باید به اندازه جعبه کوچکی که در آن نشسته محدود و محدودتر می شد. شهرنوش پارسیپور یک نویسنده است و از سال 60 نزدیک به 5 سال در زندان بود. او را نیز بیش از 1 ماه به درون تابوت ها بردند. چون حرف نمیزنید و ذهن انسان مجبور حرف بزنه به طور معمول، یه جا بود که من بی اختیار در یه شبیه حسن حالت گریه و خنده من رو گرفته بود که نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم. ولی در مورد دیگرانی خبر دارم که به شدت سقوط کردن و می آمدن و اعتراف میکردن جلوی جمع که خیلی آدمای بدی هست، و کسانی این کار رو میکردن که من براشون خیلی احترام قائل بودم و میدیدم که میان و البته نه اینکه مثل اون بابا دیگران رو متهم کنن، بلکه خودشون رو متهم میکردن که من آدم بدیم، بدبختم، بیچارم، از اینجور حرفا میزدن.
در حالی که بی حرکت با دردی وحشتناک همراه با چشمند و چادر درون تابوت نشسته ای، صدای یکی از دوستانت را از بلندگو می شنوی که تا دیروز مقاومتش برای همه زندانیان قابل تحسین بود، ولی مدت ها بود که شکسته و مچاله شده بود. او درون تابوت ها برید و حالا دارد با گریه علیه خودش سخن می گوید و ابراز پشیمانی و بخشش می کند. شکوفه سخی با وجود آنکه طولانی ترین مدت تابوت ها یعنی 9 ماه تمام را گذرانده بود، اما زیر فشار دردهای جسمی و روانی تابوت ها مقاومت کرد و نشکست. این برای من خیلی مهم بود که از زیر چشمم به دستم نگاه کنم و ببینم آیا هنوز خودم رو میشناسم یا نمیشناسم، و اون کسی رو که میشناسم و اونجا حضور داره آیا کسیه که من باهاش به اونجا اومدم یا یه کسی که اینا دارن ازش میسازن. و این باعث میشد که من بلکه اونجا بیشتر بتونم خودم حفاظت کنم و جلوی ضربه رو بگیرم. شما وقتی اونجا نشستین دوچار شک زیاد میشین، سخت تحمل، درسته درد زیاده و میشنوین مدام که دیگران دوستای قبلتون از این محفظه‌های کنار دست شما کم کم بلند میشن میرن و تقاضای عفو و بخشش، گریه زاری و درد و میشکنن، یعنی در واقع صدای شکستنشون رو میشنوی اونجا و حس میکنی. برای من یک چیز همیشه غیر قابل حل بود، حتی اگه میخواستم خودم رو قانع بکنم، اینه که چگونه میشه یک سیستمی ادعای حقانیت بکنه وقتی که با چنین شدت و حدتی به وجود انسان حمله میکنه. پس من اگر که بشکنم از زور تسلیمه نه از زیر حقانیته. اگر که قبولش بکنم نمیتونم برای خودم توجیه بکنم که حقه، چون که حق با درد با شکنجه همراه نیست. این دوتا رو من هیچ وقت نتونستم با هم دیگه همراه بکنم. حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بالای سر زندانی می ایستد، با صدای تمسخرآمیزی می گوید قیافت مثل اسکلت مرده شده، هر وقت توبه کردی و پشت بلنگو اعتراف کردی از این تابوت خارج می شوی. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. در مورد صادق زیبا کلام و شارلاتان بازیش و وسط بازیش البته خیلی بیشتر از اینها میشه صحبت کرد و فکت تاریخی آورد، اما خودم داشتم فکر میکردم وقتی این محتوا رو میساختم که این بابا ادعا میکنه سرطان داره، بالای 70 سال هم خب سنش هستش و خب چیز زیادی از عمرش طبیعتاً باقی نمونده. توی خلوت خودش واقعا این بابا فکر نمیکنه که یه تجدید نظری بکنه نسبت به رفتارش، نسبت به گذشته سیاهش، وقتی میبینه این همه مردم باش مخالفن، مردمی که خب خودش هم میدونه نه از آمریکا و اسرائیل خط گرفتن اونجوری که علی خامنه ای توهم میزنه، نه واقعا به جایی در داخل که بخواد دشمنی با این بابا داشته باشه وصل هستن، ولی خب میبینه که چقدر از همین مردم عادی باش مخالف هستن و حتی ازش نفرت دارن و کمی واقعا تجدید نظر بکنه، فکر بکنه که چرا اینطور هستش، چرا مردم چنین نگاهی بهش دارن. عمری هم که چندان ازش باقی نمونده، شاید این آخر عمری بتونه اندکی توشه خیر واقعا برای خودش ببره. وقتی زیر تابوتش رو میگیرن و 2 نفرم ببینن که این بابا فوت کرده، اگر خدا بیامرزی هم بهش نگن اقلا توهین بهش نکنن. و امیدوارم واقعا آقای زیبا کلام تجدید نظر بکنه در بعضی از رفتارها و به اصطلاح اعتقاداتش. در هر حال دم همتون گرم، لطف کنید که لایک کنید و با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان تو کانال عضو بشن، من لینک عضویت کانال رو هم در قسمت دیسکریپشن هم در کامنت ها میذارم، پین میکنم و میتونید کلیک بکنید و عضو کانال بشید. دم همتون گرم، مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.